امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید. آقای شکری، از آخرین های انتخابات ترکیه چه میدونیم؟ ارزیابی ها، نظرسنجی ها چه میگن؟ بله، همونطور که در گزارشم ذکر شد، اکثر نظرسنجی ها حاشیه پیشسازی کمال کلیسارولو هستش، ولی برخی نظرسنجی های مرتبط با سازمان های طرفدار دولت اردوغان از پیشسازی دولت اردوغان در انتخابات فردا خبر میدن، ولی رقابت تنگاتنگی بین هر دو تا حزب هستش. اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه، به احتمال 99% اردوغان برنده آرا خواهد بود. چرا؟ من از سال 2008 که روانه ترکیه شدم برای ادامه تحصیل، انتخابات رو به دقت دارم مرور میکنم و هر انتخاباتی که به دور دوم کشیده شده، با توجه به اکثریت محافظه‌کار جامعه ترکیه، معمولا کاندیدایی که در اونج انتخابات در قدرت هستش رأی مردم به دست میاره، که مردم چون دیگه یک بار اینو امتحان کردیم، تا بخوایم کاندیدای دوم انتخاب بکنیم سعی میکنن که کاندیدای اول رو بهش رأی بدن، که خب وضعیت اقتصادی از این بدتر نشه. همونطور که در گزارش اشاره شد، اقتصاد و سیاست خارجی دغدغه اصلی هم دو تا حزب و هم مردم خواهد بود، و صرف نظر از اینکه هر کسی برنده انتخابات فردا بشه، بهبود شرایط اقتصادی مهمترین چالش او خواهد بود. بر اساس گزارش که مؤسسه گلدمن ساکس هفته قبل منتشر کرد، صرف نظر اینکه اردوغان فردا برنده بشه و یا کلیسارولو، قیمت دلار در پایان سال 2023 بین 25 تا 27 لیر در نوسان خواهد بود، و این یعنی افزایش تورم در ماه‌های آینده و به ویژه در فصل پاییز و زمستان. و عرض کردم اردوغان هم یا کلیسارولو کار بسیار دشواری برای مهار تورم و برای افزایش ارزش لیر در قبال دلار و جلب سرمایه گذاری خارجی در پیش رو داره، و همچنین در بعد سیاست منطقی تداوم و بحران با یونان و بخشی تداوم تنش‌ها با بخشی همسایگی. عذر میخوام، من فقط سوالم در همین ارتباط بودش که رفتن یا موندن اردوغان چه تأثیری بر سیاست خارجی ترکیه میذاره، با توجه به تغییرات ساختاری و زیربنایی که اردوغان در حوزه های مختلف انجام داده، با عوض شدن احتمالی چقدر میشه انتظار تحولات ملموسی رو داشتش؟ انتخاب احتمالی کمال کلیسارولو پیغام روشنی از سوی مردم ترکیه به جامعه جهانی برای یک عصر جدیدی در روابط ترکیه با غرب و همسایگان هستش، و سده دوم جمهوری ترکیه میتونه از با انتخاب کمال کلیسارولو وارد مرحله نهایی خودش بشه و مرحله آغازین خودش. انتخاب کلیسارولو میتونه باعث رفع تنش‌ها در منطقه و باعث افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی بشه. سیستم ریاست جمهوری که همه تصمیم از سوی اردوغان گرفته میشه، ناکارآمدی خودش در زلزله سه ماه پیش به خوبی نشون داد و وضعیت بد اقتصادی پس از زلزله وخیم‌تر شد، و اگر سیستم سیاسی ترکیه بخواد بر همین منوال که پیش بره، یک نهایت بخواد تصمیم بگیره، نمیشه انتظار داشت که سرمایه خارجی بتونه اون اعتماد از رفت رفته را به سیستم سیاسی اقتصادی ترکیه پیدا بکنه و به بازار ترکیه برگرده. ولی انتخاب کلیسارولو میتونه هم سطح جدیدی در روابط ترکیه با غرب و روسیه باز بکنه. اکثرا انتقاد میشه که کلیسارولو اگر انتخاب بشه، روابط ترکیه با غرب بهتر میشه و روابط ترکیه با روسیه وخیم‌تر میشه، ولی من معتقدم که کمال کلیسارولو سیاست از توازن را در روابط با غرب و روسیه در پیش خواهد گرفت. روسیه درگیر جنگ با اوکراین هستش و به بازار انرژی ترکیه احتیاج داره، پس از اینکه نتونست به اروپا گاز صادر بکنه، به بازار گاز ترکیه نیاز داره، و همچنین در تابستان گذشته ترکیه بزرگترین خریدار نفت ارزان روسیه بود، و اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه، احتیاج روسیه به ترکیه بیشتر از احتیاج ترکیه به روسیه ازش، ولی جنگ سرمایه ترکیه، اقتصاد ترکیه به سرمایه غرب و به ویژه اروپا هم احتیاج داره، و این کشورهای اروپایی و آمریکا موقعی سرمایه گذاری میخواهند کرد که اون شرایط لازم در بستر سیاسی ترکیه و دولت جدید ترکیه اون گارانتی به طرفهای غربی داده بشه.